درود به شما براندازهای عزیز. چندین ساله که سران جمهوری اسلامی از امارات به عنوان بی‌عرضه‌ترین کشور در منطقه یاد می‌کنند. خامنه ای همیشه این کشور رو مورد تمسخر قرار داده. دیروز اما امارات بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان رو افتتاح کرد. نیروگاهی که تا به حال دنیا مشابهش رو ندیده. خامنه ای هم دیروز از موشک‌های اسب با بازی ساخته شده سپاه دیدن کرد. موشک‌هایی که برای ساخت هر کدومشون چندین خانواده ایرانی به زیر خط فقر فرو رفتن. اینی هم که میگن عکس‌ها صدا ندارن کاملا اشتباهه. صدای بعضی از عکس‌ها رو میشه به وضوح شنید. مثلا توی این عکس فرمانده سپاه داره به خامنه‌ای میگه قربان، این همان نوع موشکی است که با آن به دستور شما هواپیمای اوکراین را با مسافران ایرانی زدیم. همونطور که فرمودید برای محکم‌کاری دو تا موشک شلیک کردیم که هر دو به هدف اصابت کرد. بعدم ابراز بی‌اطلاعی کردیم تا اینکه گندش در اومد و رسوا شدیم. ملاهای امام سیاه و امام سفید جمهوری اسلامی به جز رفاه و آسایش به همه چیزمون کار دارن. حتی برای نفس گرفتن همسرشونو از توی کفشمون در نمیارن. میشینن و برای اینکه ما باید اسم فرزندانمون رو چی بذاریم هم برنامه ریزی میکنن. علم الهدا هم گفته کسانی که سعی دارن اسامی فارسی انتخاب کنن به جای سکینه و زینب میتونن نام دلارام و پدر آرا رو روی فرزندشون بذارن. اینم اضافه کنم که علم الهدا برای سخنرانی امروز و گفتن این اراجیف یه 50-60 میلیون تومانی از بودجه مملکت حقوق گرفته. اما همه کاسلیسا و بیشرافت هایی که توی همه این سالها در جمهوری اسلامی دیدید رو فراموش کنید و بذارید کنار، چون میخوام یه نفر جدید بهتون معرفی کنم. منصوری معاون اجرایی ابراهیم رئیسی امروز مرزهای کاسلیسی، بی‌عزتی، بی‌شرافتی و حقارت رو به این صورت جابجا کرد. توافقاتی کنم که سالها مجبور باشیم هزینه این توافقات رو پس بده. ما دیدیم دولت‌هایی رو که هر روز مقام معظم رهبری هر فرمایشی داشتن، هر راهبردی رو بیان کردن، اینا فرداش اومدن عکس اون رو مصاحبه کردن و سر دست گرفتن. امروز در کشور حاکمیت دوگانه وجود نداره. دولت خودش رو در مقابل مقام معظم رهبری عددی نمیدونه، خودش رو صفر میدونه، خودشون نوکر ولایت میدونه و بساط این حاکمیت دوگانه که بعضا در بعضی از دولت‌ها شکل گرفته بود به لطف خدا برچیده شد. حفظ ادب یه اصل مهم توی براندازه، وگرنه بدترین حرفایی رو که بلدن به منصوری میگفتن. وقت انتخابات که میشه کفشای مردم رو به دهن میگیرید، بعد خودتون رو منتخب مردم میدونید، اون وقت اعتراف میکنید که چاکر سینه چاک خامنه ای هستید. در مقابل خامنه ای صفر هم نیستید. واقعا شرم بر شما. شاید اگر بخوام خیلی سریع یه نفر رو پیدا کنم که بی‌شرافت تر از منصوری باشه، اسم آخوند حمید رسایی به زبونم بیاد. رسایی که بعد از اسارت توماج حسابی لجن پراکنی کرده بود و حتی در کانال تلگرامی مخصوصش جشن هم گرفته بود، خواستار برخورد و بازداشت دوباره با پسر ایران شد. رسایی که به تازگی برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده و اونجا هم عدم احراز صلاحیت شده، در واکنش به توییت دیروز توماج صالحی نوشت آقای قوه قضاییه لطفاً به شکنجه کردن پایان دهید. اگر شکنجه نمی کنید و این گزار دروغ است که هست، پس چرا با این عربده‌کش فتنه‌گر که پس از آزادی از زندان در صفحه رسمی اینستاگرامش چنین ادعایی کرده برخورد نمی کنید؟ اصلاً چرا اقتدار ندارید؟ رسایی که خودش هم می دونه اگه فقط یکی از کفشای توماج رو بدین دستش نمی تونه وزنش رو تحمل کنه، به شجاع‌ترین مرد ایران گفته بزدل. به کسی که یه تنه در مقابل یه رژیم خونخواری ساده و دمار از روزگارشون در آورده. رسایی نوشت این فتنه‌گر بزدل وقت بازداشت مثل موش بود، اما بلافاصله پس از آزادی از زندان این طور زبان درآورده و شما را متهم به شکنجه می‌کند. اما نادر سهرابی با انتشار عکسی از لحظه کشف حجاب دست جمعی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی شریف که جزو نخبه‌های ایران هستند نوشت باطل کردن مدرک تحصیلی این عزیزان اولین و ضروری ترین کاریه که وزارت علوم باید انجام بده. این توییت ثابت میکنه که نسل خامنه ای و صادق خلخالی حتی از نسل مغول هم وحشی ترن. به خاطر یه روسری میخوان سالها زحمت یه جوون آینده دار و نخبه رو نابود کنن. اما آمریکا در یک خبر فوری اعلام کرد که همین امشب ناوها و زیردریاییشو از خلیج فارس خارج میکنه. اسرائیل رو هم مجبور میکنه که آتش بس رو بپذیره و همه نیروهاشو از غزه خارج کنه. همه شرایط حماس رو هم بپذیره و گروگانها رو آزاد کنه. گفته میشه آمریکا بعد از تهدید سنگین یه آخوند کاراتکار معروف به گرگ صحرا ترسیده و این تصمیم رو گرفته. <تص->
نمیگذریم، از خون سردار نمیگذریم. رشیدی کوچی نماینده پرحاشیه این روزهای طویله مجلس با انتشار یک کلیپ جنجالی به منتقدینش توهین کرد. رشیدی کوچی چند روز قبل گفته بود از دار دنیا فقط یه 206 مدل 84 داره، ولی خیلی زود با ماشینای لوکس شاسی بلند دیده شد. تو که 286 داشتی چرا دروغ گفتی؟ از که ایتالا 206 سانروف داره از این حرفا عزیزان. خب من سوار هواپیما میشم، پس اون هواپیما مال منه. من سوار ماشین های متعددی میشم، اونا که مال من نیست، مال دوستانی هست که با دفتر همکاری دارن. مخصوصا وقتی ما میایم شهرستان، من که با ماشین شخصی خودم نمیشینم پشت فرمون برم بازدید بکنم، برم شهرستان ها، برم شهرها، برم روستاهای حوزه انتخابی رو سرکشی بکنم. بعضا دوستانی محبت دارن، بعضی از عزیزان در دفتر هستن، خودروهاشون رو میارن. معمولا هم دو تا سه تا ماشین با هم میریم این ور اون ور. پس اینی که من ویدیو ضبط کردم و این سانروف رو میبینید و این ماشین مال من نیست، که مال یکی از عزیزان هست که الحمدلله همه مردم مرداشت میشون و خانوادهشون رو میشنسن، الحمدلله دستش به دهنش میرسه. از قدیم الایام هم خب زندگی معمولی خوبی داشتن و این ماشین متعلق به ایشون هست و تازه هم خریده. ایشالله چرخش هم براش به چرخه، نوش جونش، ایشالله ماشینه بهتر. بعد هم هر ماشینی که سانروف داره که لوکس و لاکچری نیست. این متاسفانه این هم یه قصه یک شده تو این مملکت که اگر ما یه ماشینی ببینیم که سانروف داره میگیم واو چه ماشین و لوکس و لاکچری. نه خیلی، این ماشین MVM X33 هست، درسته؟ 33 اجازه هست تصویر شما را داشته باشیم. سید حسین شاهنباتی داره رانندگی میکنه، من رانندگی نمیکنم، ایشون رانندگی میکنه. مسئول دفتر تهران ما هم هستن. حالا باز یه عده بیان میگن که اگه مسئول دفتر تهران تو چرا مردشته؟ اون دلیل خاص خودش رو داره، اون دلیل خاص خودش رو داره. فلزا اونهایی که اون پیجایی که دیگه منتظر یه فرصت هستن که هرچی دق و دلی دارن سر ما خالی کنن، که نوشته بودن که 206 سانروف دار مدل 84 نماینده. بابا زشت این مسخره بازی رو در نیار، یه حداقل برای شعور خودتون احترام قائل نمیشید، برای شعور مخاطبتون احترام قائل بشید. ببخشید من اینو صبح اول صبح مجبورشتم این ویدیو رو پر کنم. یه عده اومدن گفتن که فلانی محصولات داخلی رو مورد تمسخر قرار میده. اول من استناد کردم به اخباری که در فضای مجازی و در رسانه‌های معتبر پخش شده بود. دوم، یه عمری اینها ایران خودرو و سایپا با محصولاتشون به ریش ملت خندیدن، همین الان دارن میخندن. حالا یه کمی هم بقیه مسخرهشون میکنم، چرا بعضی بهشون برخورده؟ ماشین جدید و